از عدم احترام دارم به شما میانان عزیز ارزمندم. خبر خوشی که امروز منتشر شد آمادگی واکسن کرونا برای توزیع در سطح جهان. پدر واکسن کرونا کیست؟ یک مهاجر، یک کارگرزاده اهل ترکیه، آقای ایغور شاهین و همسرشون هم اهل ترکیه است. فکر کنید وقتی 4 سالش بوده و همراه مادرش از روستای خودشون راهی آلمان میشن، چون پدر قبل از اونها رفته به آلمان برای پیدا کردن کار. شرط هم گذاشته اگه کار پیدا کردم شما رو خبر میکنم که به من بپیوند. و همین اتفاق میفته، میاد به شهر کن، در حومه شهر کن در کارخانه فورد استخدام میشه به عنوان کارگر ساده و وقت زن و فرزند رو خبر میکنه. شاهین وارد آلمان میشه و بچه خردسال و خیلی علاقمند به درس بوده، به کلیسای محل مراجعه میکرده وقتی دوره مدرسه رو میگذرونده، برای کمک میکنن برای که هم زبان یاد بگیره هم به مدرسه بره. و این بچه موفق میشه دورای دبیرستان رو پشت سر بگذاره، میره به دانشگاه، در دانشگاه در رشته پزشکی ثبت نام میکنه، فارغ التحصیل میشه در نهایت فقر و تنگ دستی. پدر مادرش واقعا تنگ دست بودن. امروز او در فهرست 100 ثروتمند بزرگ دنیا است. فکر کنم 94 باشه، 93. 100 ثروتش بالای 2,600,000,000 دلاره. او بنیانگذار همین کمپانی داروسازی بایونتک که کارهای خیلی مهمی انجام داده، به ویژه در قلمرو مبارزه با سرطان. سال پیش هم شاهین مدال پر افتخار مبارزه با سرطان رو در آلمان دریافت کرد. امروز نامش در همه دنیا سر زبون هاست، یک بچه مهاجر که چشم دنیا به اوست. از او آلمان ها از او به عنوان پدر واکسن کرونا یاد میکنن، پدر واکسن کرونا. سهام بایونتک در سال گذشته بوده 15 دلار، الان شده 90 دلار، همینطور رو به رفتن بالاست. به هر حال فکر کنید یک کارگرزاده امروز این افتخار رو به ملت ترکیه داده که در خدمت بشریت باشه و چشم دنیا به او، با این که جز ثروتمندان بزرگ دنیاست، میتونه چندین روز روش داشته باشه، راننده داشته باشه، امکانات. هر روز صبح وقتی بلند میشه از خانه بره به سر کارش با دوچرخه در کجا؟ در شهر مینس. خب همینان این مهاجرین در دنیا چه کردن؟ از جمله مهاجران ایرانی در همین ایالات متحده آمریکا در پست های خیلی خیلی مهم و اثرگذار، بویژه در قلمرو های تک، سیلیکون ولی و ناسا، خیلی جای دیگه. اما از این که همراه رضا کیهان عزیز که داره برنامه رو هدایت میکنه، برم به سراغ عابد محمدی عزیز، روزنامه‌نگار جوان، روزنامه کیهان چاپ لندن، و از او درباره این مجموعه مناقشات و درگیری های در ایالات متحده آمریکا بر سر انتخابات هنوز هم ساده و جاریست و در ایران هم اثرات خودش داشته. روز دیروز سه‌شنبه میانانم به یکی از روزنامه های جمهوری اسلامی خبر داده بود که تعداد آلا الکترال آقای بایدن رو کم کردن، در نتیجه دیگه اون رقم 270 رای الکترال رو نداره. یه خبر دیگه هم روزنامه کیهان داده بود جالب، نزدیک به آقای خامنه ای که ترامپ دستور داده تمام هوادارانش از سراسر آمریکا راهی مرکز بشن لابد برای شورش و انقلاب و از این قبیل. این هم خبر روزنامه کیهان. آقای حامد محمدی عزیز درود بر شما. حامد جان خسته نباشید. درود بر شما آقای میبادی، وقت بخیر. سلام خدمت بیننده های عزیز و همکاران شما. امیدوارم برای شما خوب باشه، خسته نباشید. متشکرم. بله در خدمت شما هستم. حامد جان واکنش هایی که انتخابات آمریکا در ایران برانگیخت و بازتابش به نظرم خیلی
متضاد اومد، یه جناهایی بودن که بعدشون هم ترامپ یا بر سر کار، ولی اکثریت مردم که طالب آمدن ترامپ بودن، ولی گروه های اصولگرا و نزدیک به آقای خامنه‌ای که چشم انتظار آمدن آقای بایدن. بفرمایید. آمریکا قدرت اول دنیاست، این غیر قابل تردیده و نتیجه انتخابات ایالات متحده در تمام دنیا کم یا بیش تاثیرگذار از جمله ایران. اما واقعیت اینجاست که در ایران غیر عادی نتایج انتخابات تاثیرگذاره. 40 سال جمهوری اسلامی تلاش کرد که به قول مسئولان و مقامات ارشد بلند پای آرمانگرایانه مستقل باشد، بدون نگاه شرق، بدون نگاه به غرب، اما در نهایت اینطور شد که رأی دادن افرادی با حمایت از بایدن یا ترامپ یا کلن جناهای آمریکا تأثیر میگذاره بر زندگی افرادی که در ایران هستن. از این رو میبینیم شاید به نوعی این لطیفه، این طنز که فردی در یکی از شهرهای دورافتاده در یکی از ایالت‌های آمریکا رأی میده و تأثیرش رو توی قیمت مرغ و تخم مرغ و نان و سبد خانوار در یک نقطه دورافتاده از ایران میذاره، واقعیته. تحلیل هایی که این چند مدت راجع به انتخابات آمریکا اومده، یک سختی داره اینکه پیش‌فرض رو بگیریم که بایدن بر اساس آنچه که خب روی کاغذ در نظر سنجی ها و همینطور اعلام رسانه ها و سخنرانی اصلی خودش اگر یک رویه ای رو داشته باشیم، او پیروز انتخابات و از طرفی دولت دونالد ترامپ که سفت و سخت روی تقلب تو انتخابات پافشاری میکنه و به قول خودشون دادخواست تهیه کردن و کارو به محاکم قضایی کشوندن. توی این مدت اگر اسمش رو بذاریم برزخ، یعنی دو طرف در آمریکا مدعی پیروزی در انتخابات هستند، واکنش‌های مختلفی رو در جهان داشت. به عنوان مثال جاستین ترودو نخست وزیر کانادا از اولین نفراتی بود که به بایدن و کاملا هریس تبریک گفت. در پی اون نتانیاهو، یکی از شاید اساسی ترین شرکای آمریکا در خاورمیانه و حتی دنیا، با وجود اون همه خدماتی که ترامپ به دولت او، به مردم اسرائیل و کشور اسرائیل کرد، به ویژه در مورد عادی سازی روابط، فرض رو بر این گذاشت که پیروزی بایدن حتمیه، به او تبریک گفت و بعضی از کشورهای دنیا از جمله چین و روسیه هم ترجیح دادن و حتی اعلام کردند که تبریک به بایدن یا رئیس جمهور بعدی آمریکا رو میذارن بعد از روشن شدن رویه قضایی. در نهایت کشورهای عاقل، رهبران خردمندتر دنیا تصمیم گرفتن که بر اساس منافع خودشون و منافع کشورشون یا تبریک بگوین یا سکوت کنن تا نتیجه دنبال بشه. در واقع محتاطانه عمل کردن تا نتیجه روشن بشه. هیچ کشوری مثل جمهوری اسلامی، مثل رهبران فعلی ایران، بد واکنش نشون ندادن. به محض اینکه مشخص شد که بایدن یا اعلام شد که بایدن رئیس جمهور آمریکاست، توییت آقای خامنه‌ای منتشر شد که کل ساختار آمریکا رو به زیر سوال برده و ادعا میکنه که از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر آرمانی آمریکا در حال سقوطه. همینطور ظریف به جای اینکه بیاد تصمیم بگیره، تبریک بگه به بایدن، در واقع تخم مرغ‌ها رو در سبد دموکرات‌ها بذاره، میاد و بدترین واکنش رو نشون میده و معرکه‌گیری میکنه علیه ترامپ که تو 70 روز دیگه میری و ما ماندی. حتی نیکولاس مادارو، رئیس جمهور دیکتاتور ونزوئلا، با اون همه مشکلاتی که با امریکا داره، مشکلاتی که به مراتب ریشه های عمیق‌تری با توجه به نگاه سوسیالیستی و چپگران و کمونیستی نسبت به کل آمریکا داره، میاد تبریک میگه به بایدن و تکلیف خودش رو زود روشن میکنه. اما میبینی مسئولان جمهوری اسلامی برخلاف ادعاهایی که میکردند که هرگز بی تفاوتن نسبت به رویه‌ای که تو آمریکا پیش گرفته، فرقی براشون نمیکنه بایدن بیاد سر کار یا ترامپ، ذوق زده، هول شده، حتی در اون چیزی هم که نسبت بهش ذوق میکنن یا هول شدن هم نتونستن مواضع خوبی بگیرن. از اون طرف مثال میزنم، صادق زیبا کلام میاد در یک از تلویزیون‌ها صحبت میکنه، علنی اعلام میکنه که بیشتر مردم ایران طالب اومدن ترامپ بودند به جز مسئولان. گزارشگر ازش میپرسه خود شما چی؟ میگوید من هم دوست دارم که بایدن بیاد. رئیس جمهوری آمریکا هر 4 سال، نهایتا هر 8 سال تغییر میکنند.
درگیری های سیاسی خودشون رو دارن، منافع حزبی و مردمی خودشون رو پیگیری میکنن. ولی سوال اینجاست، تا کی قراره رویه هایی که در کشورهای خارجی به ویژه آمریکا یا در کشورهایی مثل بزرگ دنیای روسیه یا موازی که چین میگیره، تا این حد روی سیاست های جمهوری اسلامی و از اون بدتر بر روی معیشت مردم تاثیر بذاره؟ اون استقلال و آزادی که ازش حرف میزنن کجا باید جستجو کرد؟ و این پرسشگری که مردم در شبکه‌های مجازی با توجه به اینکه فیلتر و سرعت به شدت کمه، یا بعضی از نویسنده‌ها و تحلیلگرای رسانه‌ای در روزنامه‌ها در لابلای سطور مخفی و پنهان، لابلای جملات، سطوری که لاپوشانی شده اصل واقعیت ولی یه چیزایی میشه از توش درآورد، قابل تحلیل. سوال‌ها مشخصه. بله، یک بخشی از حاکمیت طرفدار روی کار آمدن ترامپ بود. صداشون از تریبون‌های حسین شریعت مداری شنفته می‌شد. یا بخشی از سپاه. چرا؟ چون معتقد بودن تا مادامی که ترامپ هست بازگشت به برجام برای جمهوری اسلامی امکان نداره و جمهوری اسلامی حفظ خواهد شد. از اون طرف تحلیل دیگه ای داخل جمهوری اسلامی هست در جریان اصلاح طلب و تیم دولت و ظریف که میگوید اگر بایدن بیاید فشارها احتمالاً کاسته میشه، میشه مذاکره کرد، بعد اون موقع فشارها کم میشه و عمر جمهوری اسلامی زیاد میشه. یعنی آنهایی که درون جمهوری اسلامی داخل نظام طرفدار اومدن ترامپ یا بایدن هستن فقط تحلیلشون فرق میکنه، اما در نهایت یک آرمان دارن و اون آمدن ماندن جمهوری اسلامی است. به چیز زده از روزنامه جوان نمیشن پیش بعد از اعلام تقریبا نتایج اعلام غیر رسمی نتایج انتخابات که آمریکا حالا با دستکش مخملی به جای دستکش چودنی به سراغ ما یا با دستکهای مخملی به جای دست چودنی. انتظارشون در واقع این انتظار گروه های نزدیک به سپاه پاسداران. حالا حامد جان، به نظر می‌رسه نگرانی نسل جوان از آمدن آقای بایدن اینی که این گروه تازه‌ای که به کاخ سفید میرن یک رویکرد سازشکارانه نسبت به جمهوری اسلامی داشته باشن. همینه دیگه، این نگرانی از اینجا ناشی میشه. این رویه‌ای که هستش بله، و نگرانن که شرایط شبیه اوباما بشه، تیم ظریف یا احیانا لابی های جمهوری اسلامی خارج از کشور که به دموکرات ها خیلی نزدیکن قدرت بگیرن و بستری برای مذاکرات آینده باز بشه بین جمهوری اسلامی و آمریکا، به ویژه اینکه میدونن مسئولان جمهوری اسلامی آن چیز یا مسعود منافعی رو که از این مذاکره احتمالی پیش میاد به جای اینکه صرف معیشت مردم بکنه، صرف بهبود وضعیت بکنه، در جیب خودش بذاره یا به جیب حزب الله و حشد شعبی و حوثی ها در منطقه بریزه. نگرانی عزیز. حالا این نگرانی فقط همیاران هم مربوط به اکثریت جوان های ما در ایران نمیشه یا خیلی از ایرانیانی که در خارج از ایران به سر میبرن. شاید دخالت مثلا نایاک در قلمرو انتخابات در آمریکا یا دفاع علنی از بایدن در دامن زدن به این نگرانی نقش داشته، یا این خبر که فاری از عوامل یا لابی های جمهوری اسلامی در آمریکا به سود دموکرات ها فعال بودن. خب خیلی از ایرانی ها رو از این بابت نگران میکن، ولی نگرانی باز مردم ما نبود. مردم تایوان نگران، دولت تایوان نگران که مبادا دولت بعدی که بر سر کار میاد در آمریکا کوتاه یا در برابر زیاد خواهی های چین در مورد این کشور کوچک ولی بسیار موفق. مردم بلاروس بسیار نگرانن به خاطر که جنبشی رو پیش بردن که خب ایالات متحده آمریکا و همینطور کشورهای اتحادیه اروپا حامیش بودن، نگرانن که این تغییر تبدیلات باعث بشه که دوباره الکساندر لوکاشنکو قدرت بگیره در اونجا یا نسبت به سیاست‌های سرکوبگرانه او بی‌اعتنایی بشن برای که ظرف 40 سال سر ما ایرانی‌ها اومده. همینطور مردم ونزوئلا، یعنی اپوزیسیون ونزوئلا یه چیزی حدود 80% مردم کشور رو در بر می‌گیره، از تحولات در آمریکا رخ داده نگرانن، نمیدونن چه خواهد شد، نمیدونن چه خواهد. و بدتر از همه وضعیت اپوزیسیون هنگ کنگ، هنگ کنگی ها امیدوار بودن با آمدن ترامپ و اعمال یک سیاست
سیاست مشت آهنی در برابر چین، اونا بتونن دوباره نفس بکشن و دموکراسی رو به هنگ کنگ برگردونن. حالا میشه گفت که نفس ها رو در سینه حبس کردن، ببینن که واقعا روی کرد و خط مش آینده کاخ سفید چیه. حامد جان سراپا گوشی. به من اجازه بدید خیلی کوتاه اول نظر شخصی خودم رو بگم، بعد تحلیل هایی رو که تو این چند روز بیان شده در مورد اینکه ترامپ یا بایدن کدام واسه ایران بهتره. آن چیزی رو که آقای بایدن ادعا کرده بازگشت به برجام، اما نه با شرایط قبلی، یک توافق بهتر. شاید شرایط رو واسه جمهوری اسلامی طوری فراهم کنه که بخشی از تحریم‌ها کاسته بشه، بشینن پای میز مذاکره. سوال اینجاست که آیا اون میراث ترامپ رو، یعنی در منزوی کردن جمهوری اسلامی و فشارهایی که اوورده و در نهایت باعث شده که تا حدود بسیار زیادی شبکه‌های مافیایی سپاه در قاچاق اسلحه و قطعات دو منظوره و مسائل مربوط به مسائل نظامی و موشکی و حمایت از تروریست‌ها و تامین مالی گروه‌های شبه نظامی، آیا دوباره به روال گذشته برمیگرده، یعنی در واقع ادامه پیدا می‌کنه، و یا اینکه نه او با کارهایی که می‌کنه امکان می‌کنه دوباره در واقع دستاوردهای ترامپ رو از بین ببره. خب منطقی اینه که صبر کرد و دید مشخص نیستش، و بعضی هم حتی پیش تحلیل میکنن که نه، او میاد بخشی از تجربیات ترامپ، بخشی از تجربیات بایدن اوباما رو مخلوط میکنه با هم و چی دستاورد و پکیج جدیدی رو ارائه میده. ناگزیره که این کار رو بکنه. اون چیزی هم که گفته برای فشار به جمهوری اسلامی و مذاکره، به جای اینکه در رو به روی جمهوری اسلامی بشینه، در واقع یک آمریکای منزوی رو که تعبیر میکنن در زمان ترامپ بوده، تبدیل بکنن به یک اجماع جهانی با کمک کشورهای اروپایی و با کمک کشورهای آسیایی متحدان سنتی امریکا، جمهوری اسلامی رو بهش فشار بیارن. تعبیر بنده اینه که تجربه‌ای که در زمان اوباما داشتیم این بود که جمهوری اسلامی اتفاقا میل به این داره که یک مذاکره رو شروع کنه و اتفاقا طرف دیگه مذاکره به جای اینکه فقط آمریکا باشه، چند کشور نشسته باشن، و اتفاقا هر چقدر که آنها با هم متحدتر باشن برای جمهوری اسلامی بهتره. دلیل دارم به این خاطر که وقتی فشارهای بین المللی در یک اجماع جهانی مثل 5+1 زیاد بشه، جمهوری اسلامی آموخته که اگر بتونه به یک دونه از این اعضا فشار بیاره، میتونه از بقیه اون اعضا هم باجگیری کنه. نشون به اون نشون که در زمان مذاکرات اتمی منتهی به برجام در سال 2015 و بعد از اون، هرگاه که فشاری از طرف آمریکا بیشتر میشد، با گروگانگیری، با زدن تانکرها و نفکش‌ها یا مسدود کردن راه اونها، یا رفتارهای عجیب و غریبی شبیه اینها مثل حملات ایزایی، و یا از اون طرف با موشک، توسعه موشک یا فشار به اسرائیل، باعث میشد که توازن قوا برقرار بشه. اما به محض اینکه اروپایی‌هایی که اتفاقا در مورد ایران محتاط عمل می‌کنند کنار رفتن، فشار به جمهوری اسلامی بیشتر شد. برامر این نظر من اینجاست که بهتر اینجاست که فشار فقط از جانب یک کشور، اون هم آمریکا، با وجود دولتی شبیه ترامپ باشه. اما این فقط یک تحلیل شخصیه، این رو بذاریم کنار. چه بسا کاری که آقای بایدن می‌کنه و ترکیب تجربیات ناشی از دولت اوباما و ترامپ دست به دست هم بده و یک کمپین بزرگتری رو علیه جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، با این توضیح که احتمالاً سابقه، بر اساس سابقه، دموکرات‌ها در زمینه حقوق بشر فشار بیشتری به جمهوری اسلامی میارن. تو این چند روز من با چندین کارشناس و تحلیلگر صحبت کردم، از جمله یکی دو نفر از اونهایی که حدود سال 95 نامه‌ای دادن به دونالد ترامپ که از این راهی رو که داری میری استقبال میکنیم و فشارها و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی رو بیشتر کن تا عقب نشینی بکنن سپاه و گروه‌های شبه نظامی. تعدادی از اونها احتمالاً دارن خودشون رو آماده میکنن که اگر بایدن رئیس جمهور شد، نامه‌ای به او بدن با همون تقریبا محتوا که بگن خب جمهوری اسلامی تجربیات این رو ثابت کرده، منافع مردم ایران اینه و از شما میخوام که در راستای این منافع حرکت بکنید. در واقع تعدادی از آنهایی که از تحریم‌های ترامپ حمایت می‌کردند، امروز دنبال این هم که خودشون رو به بایدن نزدیک کنند، و شاید این یک فکت، یک واقعیت باشه، به این خاطر که اگر فشارهای اپوزیسیون از روی بایدن کم بشه، رو این حساب که طرفدار ترامپ بیشتر بودن یا طرفدار سیاست‌های ترامپ بودن، لابی‌های جمهوری اسلامی یک و خود جمهوری اسلامی بتوانند بیشتر اثرگذار باشند. بنابراین تحلیل اونها اینه که عرصه رو نباید خالی کرد.
به دولت میشه فشار آورد، به دولت احتمالی بایدن، یا از طریق سنا یا از طریق دموکرات هایی که مخالف جمهوری اسلامی هستند فشار آورد تا اونها بتونن بیشتر از این که هست به جمهوری اسلامی فشار بیارن. در نهایت یک رضیه رو باید روشن بگیم، چه بایدن چه ترامپ یا هر کس دیگه‌ای در آمریکا در رأس کار باشه یا اون حزب قدرت داشته باشه، تا مادامی که روال جمهوری اسلامی اینه، یعنی علی خامنه‌ای موشک، شبه نظامیان، فعالیت‌های مشکوک اتمی رو مسائل ناموسی انقلاب میدونه، دشمنسازی به صورت اتومات داخل وجود داره. یعنی اگر همین امروز آقای بایدن تصمیم بگیره با شرایط فوق‌العاده‌ای برای جمهوری اسلامی، با امتیازات فوق‌العاده برگرده به مذاکره بکنه و دست جمهوری اسلامی رو برگردونه بگیره و برگردونه به دنیا و از این انزوا خارجش کنه، چند هفته بیشتر طول نمیکشه تا دوباره اون پولها صرف مسائل نظامی میشه، صرف تروریسم میشه، باز رفتارهای عجیب و غریب رو از جمهوری اسلامی میبینیم و در واقع دشمن سازی جدیدی رو میکنه. آن چیزی هم که تبلیغات میکنن در واقع پیروزی بایدن رو بخشی از جمهوری اسلامی مثل تیم ظریف و روحانی به عنوان یک دستاورد، به عنوان مقدمه‌ای برای تزریق یک امید به مردم به بهانه دوباره کشوندنشون پای صندوق‌های رأی میگن، اینها فقط الغاست، اینها فقط ساختگیه. یعنی درگیری بین اینکه ترامپ بهتره یا بایدن یک قضیه است که ممکنه متغیرهایی باشه که دائم تغییر بکنه، دائم از بین بره، دائم مولدش چیز دیگه‌ای باشه، تاثیرات مختلفی رو داشته باشه. اینکه جمهوری اسلامی رفتارش غیر قابل تغییر و غیر قابل اصلاح است، یک فکت اساسی است. بنابراین روالی که در آمریکا هستش فقط مشکلات ایران و جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه یا کمتر میکنه. رویه همان است. اگر در زمان ترامپ مشکل این بود که مذاکره بکنیم یا نکنیم، احتمالاً در زمان بایدن اگر روی کار بیاد مشکل اینجاست که کدوم گروه بره مذاکره بکنه، صبر کنیم تا سال 1400 بشه یا نشه. در واقع نوع تنش‌های داخلی، نوع جدال‌ها عوض میشه. الان هم بیشترین صحبتی که میشنویم از لابلای خطوط روزنامه ها یا تحلیل هایی که کارشناسان نزدیک به حکومت داخل ایران میگن اینه که صبر بکنیم تا سال 1400 انتخابات برگزار بشه، دولت انقلابی یا چیزی شبیه یک دولت نظامی و شبه نظامی روی کار بیاد و بعد بریم مذاکره بکنیم. اما مسئله اینجاست، اونهایی که میتونن با دموکرات ها مذاکره بکنن لابی های قوی دارن، تیم ظریفه، بخشی از حاکمیت دیگه به اینها اعتماد نداره. و مسئله یه دیگه هم اینجاست، تحلیل آخرم که خیلی کوتاه بگم، بعضیا میگن باز شدن درها به روی جمهوری اسلامی، حتی اگر کمک مالی بهشون میکنه، حتی اگر پول سرازیرشون میکنه، با توجه به این شرایط اولا احتمالش کمتره، دو به شبکه سازی داخل خود حکومت، آن چیزی که جمهوری اسلامی اسمشو میذاره نفوذ، کمک میکنه و شبیه معادلات، شبیه چیزی مثل فروپاشی شوروی خواهد شد. امید اونهایی که طرفدار بایدنن ولی مخالف جمهوری اسلامی هستند به این قضیه هست. تشکر میکنم. خب همین الان نظرات شخصیت های مختلف رو شنیدیم، کارشناسان خیلی برجسته، نظر عباس میلانی رو شنیدیم، نظر آقای سازگارا رو شنیدیم، نظر آقای لایی رو شنیدیم و این بار هم نظر یک روزنامه‌نگار جوان آقای حامد محمدی. جالب اینه که یکی از روحانیون در ایران شکست دونالد ترامپ رو ناشی از قدرت‌های خفیه رهبر جمهوری اسلامی دانست، از قدرت‌های خفیه خودش استفاده کرد و دستکاری کرد در انتخابات آمریکا. یکی دیگه آقای مجتبی خیرخواه، نماینده مجلس تصوف در آمریکا تحصیل کرده، گفت که رای دهندگان شیعه ویرجینیا باعث شکست ترامپ شدند. یعنی هر برای اتفاقات آمریکا رو به خودشون و مسیر انتخابات رو به خودشون منتسب کرد. همه جا خیلی تشکر میکنم از حضوره، سپاسگزار. رضا جیان عزیز برنامه رو اجرا کرد، ازش ممنونم. تا دیداری دیگر، گفتگوی دیگر همه جا، ممنون. وقتتون بخیر آقای میبودی.